سلام شما می‌خوام می ببینیم که با یه اسکریپت چجوری میتونیم با همچین دیتیل زیادی پله بسازیم چجوری کار میکنه این اسکریپت اول بهتون میگم و نحوه نصبش رو هم بعد این آموزش بهتون توضیح میدم کافی که ما بیایم توی اسپی لاین و اون پلهی که داریم رو بکشیم مثلا من یه اسپی لاین اینجا برمیدارم میگم که پله من 120 سانتی متر در عرض 30 سانتی‌متر باشه چند تا میخوام پله داشته باشم باش بکنیم توی این محور بر فرض مثال 10 تا پله دیگه بهش اضافه کن یعنی 11 تا پله کلا میخواد داشته باشه تموش رافه کارش حالا کافیه که این رو بگیریم روی اسکریپت این کریت استیر کلیک بکنیم این صفحه برام با باز میشه توی این صفحه که باز میشه به اون که هند میخوایم میگیم بله لفت رو رایت right رو ما میخوایم هم چپ هم راست چه نوعی باشه مربع باشه کاستوم باشه یا راند باشه ما فلان راند رو در نظر میگیریم حالا هر چی که خودتون سلیقه داشتید به سلیقه خودتون میتونید شما اون هر ای که میخواید رو داشته باشید توی قسمت تایپش میگه آیا اوپن باشه این یعنی پله حالت فضایی داشته باشه یا کلوز باشه یا حالت باکس باشه یعنی کلا بسته باشه که باز مشخص میکنه حالا مثلا من کلوز رو براش در نظر میگیرم اینجا هم میتونیم ابعاد اندازه رو کنترل بکنیم که خودش اومده مثال زده مثلا گفته A فاصله ارتفاع پله است B کف پله است که چند سانت باشه اون در واقع پله یا C مثلا این قسمت چند سانتی متر باشه و در نهایت خود خود پلمون چند سانتی باشه و در نهایت به اون میگه که یه پیک فیرست استپ یعنی که شما پله اولت رو مشخص کن مثلا من میذارم این پله اول منه پله اول رو انتخاب کردیم حالا کافیه که کریت رو بزنیم میزنیم و پله ما ساخته میشه این روی تمام اهجام تاثیر خودش رو میذاره الان مثلا من اگه این رو بگیرم دوباره همین گزینه رو بزنم این اسکریپت رو بزنم و بگم حالا مثلا این سری مثلا حالت مربعی در داشته باش برای من بر فرض مثال بذاریم مثال میزنیم دیگه با توجه به چیزی که میخوام حالا مثلا میگم اوپن باشه اوکی و پله اول ما مثلا این باشه از اینجا شروع بشه بیاد بره تا انتهای کار کریت رو میزنم و به همین راحتی پله که ما میخوایم برای ما ترسیم میشه حالا چجوری میتونیم یه اسکریپت رو نصب کنیم الان کامل بهتون توضیح میدم ببینید فایل اسکریپت رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم لینک دانلودش رو از طریق سایت میتونید دانلودش بکنید و از وقتی که از حالت زیب در یه همچین فایل رو شما میبینید توی قسمت اسکریپت میرید و اینجا یه فولدر آرتاکان هستش این رو کپی میکنید به این شکل و میرید توی درایو سی پروگرام فایل اتودسک اون ورژن مکسی که میخواید براش نصب کنید حالا مثلا من سه تا اینجا ورژن دارم مثلا مکس 2023 میام اینجا میام توی قسمت اسکریپت بچه‌ها ببینید اسکریپت و اینجا پیستش میکنم که من از قبل این کار رو کردم این اولین محله یه محله برمیگردیم عقب یه گزینه داریم مثل ماکرو اسکریپت ببینید کردم ماکرو هم باز میکنیم و برمیگردیم توی فولدر خودمون اینجا یه ماکرو هم توی اون فایلی که دانلود کردید داریم این رو باز میکنیم این رو هم کپی میکنیم داخل ماکرو اسکریپتمون و پیست میکنیم اینجا اوکی به همین راحتی انجام میشه تیری دی مکس رو یه بار میبندیم باز میکنیم میایم توی قسمت کاستومایز کاستوم یوزر اینترفیس توی قسمت طولبار میریم اینجا کتگوری آرتاکان رو انتخاب میکنیم این فایل رو برمیداریم اینجوری میکشیم توی یک طولبار که من رو بردم قبلا اینجا گذاشتم به همین راحتی هم نصب میشه امیدوارم از این اسکریپت پرکاربرد و خفن نهایت استفاده رو ببرید وقتتون به خیر خدا نگهدارید